دوست دارین که زندگی آرام داشته باشین از آدم های مغرور خودخوا و جا طلب دوری کنین تا آرامش تجربه کنین دی بخش بین رگرومی علایم از آدم های مغرور برای شما میخوانیم امیدوار است و مورد توجه شما قرار بگیره آدم های مغرور ممکن است از علائم و های مختلف برخوردار باشند که از اعتماد بیش از حد به خودشان نشان میدهد برخی از علائم معمول مغرور بودن عبارتند است خودنمایی بیش از حد افراد مغرور ممکن است به طرز مفرتی درباره ها صفات خود و دیگر امور خودشان بپردازند آنها به شدت به خودشان افتخار می و برای نشان دادن برتری خود تمایل دارند عدم توجه به دیگران افراد مغرور ممکن است به طرز مفرط به خودشان توجه کنند و از دیگران چه به عنوان همکاران دوستان یا خانواده چه به عنوان افرادی که باید احترام و توجه نشان دهند عنایت کمی داشته باشند استفاده از زبان بی ادبانه مغروریت می تواند با استفاده از زبان بی ادبانه و احساس برتری بیش از حد در مراودات اجتماعی نشان داده شود عدم توجه به نظرات و پیشنهادات دیگران افراد مغرور ممکن است به طور مفرد به نظرات و پیشنهادات دیگران توجه نکنند و به طرز نادیدگری به آنها پاسخ بدند استفاده از عبارات نمایشی افراد مغرور ممکن است از عبارات نمایشی مانند من بهترین هستم یا هیچ کس مانند من نیست استفاده کنند عدم پذیرش اشتباهات افراد مغرور ممکن است اشتباهات اشتباهات و خطایای خود را نپذیرند و به طرز اغراق آمیز و احتیادی به خودشان نگاه کنند این تنها چند مثال از علایم مغرور بودن هستند و اما افرادی که مغرور هستند همه این علایم را نشان نمیدن این علایم میتواند به میزان مختلفی و در شرایط مختلف نشان داده شود چگونه آنها را متوجه این نقیصه بسازیم متوجه کردن افراد مغرور از نقص یا نقصی که دارند ممکن است چالش باشد زیرا مغروریت معمولا با احساس برتری و اعتماد به نفس سه بالا همراه است اما با این حال برخی راههای وجود دارد که می تواند افراد را به واقعیت نزدیک تر کنند مثلا ارائه باز خورد سازنده اگر به دوست یا امکار مغرور از علایم مغروری در خودشان پی ببرید می توانید با ارائه بازخورد سازنده به با آنها کمک کنید تا به نقاط ضعف و نیاز به تغییرات در رفتار خودشان آگاه این بازخورد باید به شکل منصفانه و با احترام ارائه شود بررسی عواقب رفتارهای مغرورانه اگر افراد مغرور بتوانند به عواقب رفتارهای مغرورانه خودشان فکر کنند و ببینند که چگونه رفتارهایشان می تواند به دیگران آسیب بزند یا روابطشان آسیب برساند ممکن است به واقعیت نزدیکتر شوند تحقیق و آگاهی از مفهوم مغروریت ممکن است بعضی یا برخی از افراد به خودشان افتخار کنن یا اینکه نفهمند که, نفهمن که رفتارهایشان بسیار مغرورانه و خودخواهانه و جا است با ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مفهوم مغروریت و علایم آن ممکن است بهتر بفهمند که آیا رفتارشان مغرورانه است یا خیر تشویق به خوداندیشی و تفکر موازی تشویق افراد به خوداندیشی و تفکر موازی تواند به آنها کمک کند تا رفتارهای خود را بررسی کرده و به این نتیجه برسند که آیا این رفتارها منحکس حقیقت و واقعیت هستند یا نه در نهایت توجه به این نکته مهم است که تغییرات در رفتار و نگرش افراد به مرور زمان و با ایجاد ارتباطات سالم و با خوردهای مستقیم و سازنده ممکن است رخ دهد اما باید توجه داشت که این فرایند زمان بر است و نیاز مند صبر و حوصله مداوم می باشد امیدوارم که خود ما اول آدمای مغرور نباشیم و از دوستی با آدم های مغرور هم خدا دور بسازیم تا مرض از اونا به ما سرایت نکنه